و صحبت‌های جورج هارونیان، کنشگر جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار یهودی در لس آنجلس رو با هم بشنویم. ملت ایران چه از نسل 57 تا جوانان امروز به این نتیجه رسیدند که بنای نو بر مبنای احترام به حقوق تمام افراد و بر مبنای مردم سالاری باید بنیان کرد و این بار محتوای حکومت شرط است و نه نام آن. این بار باید امکان بحث و انتقاد باشد و نه ترس از انتقام. باید آگاهی رسانی باشد و نه گمراهی و باید ملی بود و مذهب حق دخالت در سیاست را نداشته باشد. رعایت حقوق تمام اقلیت‌ها چه مذهبی، دینی و یا ملی از واجبات یک نظام مردم سالار است. یهودیان ایرانی که حضورشان در آن آب و خاک قدمت 2700 ساله دارد، اکنون به شهروندان درجه 2 و در مورد زنان شهروندان درجه 3 نزول پیدا کردند. بیدلیل نیست که نزدیک به 80-90% آنان نیز از ایران، از سرزمینی که در آن ریشه دارند و به فرهنگ آن عشق می‌ورزند، رخت بربستند. رجاء واثق دارم که در ایران آزاد آینده ایرانیان یهودی مقیم ایران و چه آنانی که به اجبار از آن کوچ کرده اند در ساختن کشوری پیشرو و مرفه و در صلح با همسایگانش نقش آفرین خواهند بود. متشکرم.